من سوالات رو میخوام اینطوری مطرح بکنم که زودتر به نتیجه برسیم. آقای دکتر، حالا اولا که خواهش بکنم خودتون معرفی بکنید و تا دوستانمون بیشتر بشناسن، و سوال اول رو اینطوری مطرح بکنیم که به لحاظ فیزیولوژیکی آیا عشق وجود داره؟ اگر وجود داره چه جوریه؟ چه زمانی اتفاق میفته و چه مدلیه؟ به نام پروردگار بخشنده مهربان. خب عشق از نظر فیزیولوژیکی وجود داره، ولی عشق یه مسمومیت مغزیه با مادهی به نام فنیل اتانول آمین که این مسمومیت مغزی 2-3 سال طول میکشه و بعد از 2-3 سال تموم میشه. همینه که شورمندانه ترین و آتشین ترین عشق هم وقتی به ازدواج منجر میشه بعد 2-3 سال اون دیالوگ های عشقی تموم میشه. اون حالاتی که فرد خوبی ها رو پر رنگ تر میبینه، بدی ها رو کم رنگ تر میبینه، اون حالت تموم میشه. یه ترازو میاد وسط، هر کسی دوست داره که کفه یه ترازوی خودش سنگین تر باشه. گفتمان ها دیگه این نیست که عزیزم هرچی تو بگی، عزیزم هرچی تو بخوای، باشه من هر جوری باشه این کار رو واسط میکنم. مشروط میشه، اگه این کار رو بکنی من اون کار رو میکنم، حالا که این کار رو نکردی من این کار رو نمیکنم، تو این کار رو بکن تا من اون کار رو بکنم. ازدواج کار خیلی سختیه، به باور من سخت در این کار دنیاست، چون شما قراره با یکی شریک بشی، بعد با اون کسی که توی مسائل اقتصادی و اجتماعی شریک میشی که همه ما هم از شریک فراری هستیم و این ضرب المثل رو داریم که اگه شریک خوب بود خدا هم برای خودش شریک داشت، حالا تازه با این شریکه که از اساس خوب نیست، حالا باید عشق ورزی، معاشقه، همدلی، همراهی، داد و ستد عاطفی و آمیزش و زناشویی هم داشته باشه. حالا باید در طول زمان دل زده هم نشیم، 40-50-60 سال هم زندگی زناشویی داشته باشه. این نسخه قدیمی دیگه به دلایل زیادی جواب نمیده. طول عمر ازدواج در همه جای دنیا کاهش پیدا کرده. طول عمر ازدواج در اروپا به 7-10 سال رسیده، در آمریکا به 15-20 سال رسیده و در ایران هم به شدت داره کم میشه. یعنی ما الان یک سری زوجایی داریم که در 5 سال اول ازدواجن به ما مراجعه میکنن، یک سری زوجایی داریم که 7-15 سال از زندگیشون گذشته به ما مراجعه میکنن، و الا ماشالله هم زوجهایی داریم که 15 سال از ازدواجشون گذشته، 17 سال گذشته و حالا به مشکل برخورد کردن. اگه زوجی 20 سال رو دیگه پشت سر بذاره، اون وقت ما میتونیم یه ذره نفس بکشیم که شاید اگر زندگی اینا مشکل جدی نداشته باشه حالا ادامه پیدا کنه، که تو اون ادامش هم ممکنه که طلاقای پنهان وجود داشته باشه. پس بنابراین این که ما فکر کنیم در آینده 50 سال دیگه آدم ها ازدواج میکنن و مثل پدر مادرهای ما 50 سال با هم کنار هم ازدواجشون رو ادامه میدن، چنین چیزی نخواهد بود. حالا چه ما بپسندیم چه ما نپسندیم، ممکنه خیلی از صحبتهای امروز ما که من میگم رو شما هم نپسندید، خب من هم نمیپسندم، ولی مثل همون دکتری که راجع به ایدز یا هپاتیت کار میکنه و دیده هاش و آموخته هاش خوشایندش نیست، ما هم خیلی از صحبتهایی که میکنیم خوشایند نیست. تو ایران متاسفانه آدم وقتی صحبت میکنه همه فکر میکنن که شما هم نوا و هم راستا با اون واقعیتی. خب در صورتی که اینجور نیست، شاید از همه واقعیت ها حقیقی تر و واقعی تر مرگ باشه. همه ما از کودکی با مرگ بزرگ میشیم، ولی هیچ کدوم هم نوا و هم آوا با مرگ نیستیم. 90% ازدواج ها تو دنیا مشکل داره، 90% ازدواج ها ازدواج های خوبی نیست. هیچ ازدواج پرفکتی وجود نداره، هر ازدواج سوراخ خودشو داره، دیفکت خودشو داره، نقص و کاستی و سستی خودشو داره، ولی 90% ازدواج ها خیلی مشکل داره. از این 90% نیمی در جهان نخست منجر به طلاق میشه، یعنی 45-55% ازدواج ها در کشورهای پیشرفته منجر به طلاق میشه.
5% ازدواج ها خوبه، 4% ازدواج ها خیلی خوبه، 1% ازدواج ها عالیه، که 1% ما به ندرت میبینیم. خیلی باید کسی خوش شانس باشه، علاوه بر اینکه خوش خرد هم باشه، که بتونه به 1% دست پیدا کنه. دو چیز شانسیه. حالا خیلی وقتا میبینی همین 1% هم مثلا آقا آلتش کوچیکه، یا همین 1% با فقر دست و پنجه نرم میکنن. زن و شوهری هن که نجوم خوندن، یک رفرنس نجوم هم ترجمه کردن، ولی چون ناشری حاضر نشده این کتاب رو ترجمه کنه، کارشون کشیده به روستای مصر و اونجا کار نجوم واسه تورای گردشتری انجام میدن، در فقر و فاقه زندگی میکنن. پس بنابراین هر ازدواجی مشکل خودش رو داره. منتها این طلاقهای پنهان وقتی ما صحبت میکنیم یه مقدار داستانش تو کشور ما متفاوت. طلاق عاطفی یه اصطلاح بین المللیه، emotional divorce. طلاق عاطفی یه چیزیه که در تمام دنیا شناخته شده، ولی واژه‌ای که من خودم این رو مطرح کردم و روش خیلی پافشاری هم دارم و فکر میکنم یه روزی باید که به تکسبوک‌های بین‌المللی هم راه پیدا کنه، چون در جوامعی مثل ما به شدت ما میبینیم، طلاقای جنسیه. طلاقایی که زن و شوهر همدیگه رو خیلی دوست دارن، خیلی وقتهای ابراز میکنن که اگر بار دیگه هم قرار بشه ازدواج کنیم دوباره هم رو انتخاب میکنیم، ولی نمیتونن با هم سکس کنن. عاشق همه ولی نمیتونن با هم سکس کنن. سکسشون 6 ماه یه باره، 3 سال یه باره. من زوجایی دیدم که واقعا عاشق همن، 13 سال بوده، 10 سال بوده که سکس نداشتن. و جالبه که عشق میریزن و میگن اگه بار دیگه هم قرار بشه با هم ازدواج کنیم با هم ازدواج میکنیم، ولی نمیتونیم. آقای دکتر ما با هم قفلیم، اصلا زبان سکسمون انگار به هم نمیخوره. زبان سکس باز اصطلاحیه که من درست کردم، مترادفیه برای سکس استایل، الگوی آمیزش، استایل آمیزش. خب زبان سکس آدم ها ممکنه به هم نخوره. یه نفر سکس انیمالی دوست داشته باشه، خیلی خشن، خیلی نرینه، خیلی عملی، و یه نفر دیگه سکس میرزایی دوست داشته باشه، خیلی دانش آموختگی، خیلی ملایم، خیلی ظریف و لطیف. خب این طلاق جنسی تو جامعه ما متاسفانه راجبش کسی تا حالا صحبتی نکرده، آنچنان که شاید سال 1377 که من اومدم و اون کتاب تمایلات و رفتارهای جنسی انسان رو درست کردم که خیلی از فصلاش برای اولین بار تو ایران اجازه انتشار گرفته شده بود. خب اون موقع اصلا راجع به سکس نمیشد صحبت کرد. اون موقع مثل امروز نبود که اصلا کسی بدون سکس تراپی یعنی چه، سکسولوژی یعنی چه. حتی بسیاری از روانشناسا و مشاورا و روانپزشکام سکسولوژی رو نمیدونستن چه رشته ای هست و چی هست. مثل امروز نبود که حالا امروز هر لیسانس روانشناسی، فوق لیسانس مشاوره‌ای، همون ابتدای کار خودش رو سکس تراپیست یا سکسولوژیست معرفی کنه. ما باید بدونیم که کشورمون از چه مسیری پیش رفته. اون مسیری که پیش رفته باعث شد که این فیزیولوژی عشقی که ما گفتیم تو کشور ما درست نتونه رخ بده. معلمای پرورشی در دهه 60 و دهه 70 عملاً سرکوب غریزه جنسی رو در صدر افکار و رفتار خودشون قرار دادن و باعث شدن که جوانان ایرانی دوچار دو بیماری بشن که اون دو بیماری هم در تکسبوک‌های بین المللی وجود نداره. باز من این اسم رو واسش انتخاب کردم، سندروم مرد شرمگین ایرانی و سندروم زن شرمگین ایرانی، که علاوه وفور ما امروز میبینیم تو کلینیک. من روان پزشکی هستم که در زمینه جنون و روان پریشی کار نمی کنم و با هیچ بیمارستان خصوصی یا دولتی هم قرار داد واسه بستری بیمار ندارم. مثل استاد پیشکسوتمون شاد روان دکتر سهامی بیشتر رو زوج درمانی و خانواده درمانی و درمان جنسی کار میکنم، بنابراین بیشتر این چیزها رو میبینم که چقدر جوانان ما دهه 40، دهه 50، نیمه اول دهه 60 نمیتونن
هنر هماغوشی و مهارت‌های زناشویی رو داشته باشن و این هنر هماغوشی و مهارت‌های زناشویی هم آموزش داده نمیشه. نه صدا سیمای ما این مباحث رو آموزش میده، نه متاسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما اجازه میده که کتاب‌های خوبی سیدی‌های آموزشی در این زمینه مجوز بگیرن و اصولاً واژه‌ای به نام صمیمیت رو نمی‌شناسیم. بنابراین ما فقط محدودیم به همین مسمومیت مغزی. وقتی ما واژه صمیمیت اینتیمیسی که همراه با در آغوش گرفتن، نوازش کردن، بوییدن، بوسیدن اینها از کتابا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سانسور میشه، خب جامعه عجیب نیست که دوچاقه این همه طلاق پیدا و این همه طلاق پنهان بشه. همه ما تقلیل پیدا کردیم به همون آنتن‌ها و رادارهای مغزیمون که کی برای ما جذابه و خب حالا این مسمومیت مغزی با فنیل اتانول آمین بیاد و پیدا بشه. بقیهش هم دیگه همونجور که آقای دکتر روشن فرمودن دیمی پیش میره. دیمی دو نفر کنار هم قرار میگیرن، دیمی حالا یه سکسایی رو انجام میدن، دیمی یه مهمونی هایی میرن، چهار تا سینما میرن، چهار تا بازارچه خرید میرن و بی هدف زندگی رو ادامه میدن. به ویژه حالا در ادامه صحبت ها میگم که اون وقت که ما بحران هویت رو هم در نظر بگیریم، identity crisis یا identity problem، وقتی شما میای توی جامعه ای ویژگی های فرهنگ ایرانی رو نادیده میگیری و میخوای ویژگی های صحرایی قبایل عربستان رو بیای حاکم کنی، اون موقع حکایت اون کلاقی میشه که اومد راه رفتن کپکو یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش رفت. ما اومدیم ویژگی های فرهنگی گیلکی، ساروی، بابولی، چارمحالی، بختیاری، کوکیلویه، بوی رحمت، قشقایی، همه اینا رو نادیده گرفتیم و یه چیز مندرآوردی برای خودمون درست کردیم که اصلا قرار نیست که رنگ زندگی شاملش باشه. ما اگه تو فیلم محمد رسول الله ببینیم، میبینیم که این قریش بودن که لباس مشکی میپوشیدن، کفار بودن که لباس مشکی میپوشیدن و اون سپاه مسلمانان بودن که سفید میپوشیدن، ولی سیاه اومد و شد رنگ جامعه ما. تیر پوشی شد رنگ جامعه ما. خونه های ما رو وقتی میریم توش وارد میشیم، این همین سالن 99% خونه های ایرانی ها قهوه‌ای و کرمیه. در رنگ قهوه‌ای و کرمی عشق‌ورزی صورت نمیگیره. خب کشورمون هم که میبینیم وقتی از ارمنستان وارد فضای ایران میشیم تا خلیج فارس همش همین رنگه، قهوه‌ای و کرمی، همش کویره. با این زندگی کویری ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که شور و شوق عشق‌ورزی توش وجود بیاد. بله فیزیولوژی عشقی وجود داره، ولی این فیزیولوژی عشق کافی نیست. میتونیم آقای دکتر در واقع بگیم با توجه به پیشرفت علم تکنولوژی و ظهور جامعه مدرن، جامعه ایرانی هم داره حتی سبک ازدواجش هم به سمت مدرن پیش میره و همه اون سازوکارهای گذشته به نوعی داره ناکارآمد میشه؟ قطعا همین جوره. 4 سال دیگه سال 1400 خورشیدیه، اما هنوز ما داریم توی جامعهمون به کسایی که عقد کردیم میگیم نامزد. یکیست که عقد کرده ازدواج کرده، تمام مراتب حقوقی ازدواج و طلاق بهش حاکمه، این دیگه کدوم نامزدیه؟ یا بسیاری از خانواده ها دو نفر عقد کردن ولی نمیذارن اصلا به هم دست بزنن. جامعه مدرن شده ولی سیستم ازدواجش هنوز مدرن نشده. هنوز ما میبینیم که خیلی چیزها، بحثها توی ازدواج ما وجود داره که اصلا کار کرده تو ازدواج ما نداره، مثل آین شمدونی که ما میخریم و هیچ نقشی تو زندگی ما نداره و یکی از گرفتاری های ازدواج همین آین شمدون خریدنه که چند میلیون باید خرج چیزی بشه که اصلا ارزشی نداره. بسیاری از خانواده ها توی مراسم دست افشانی و پایکوبی که واسه ازدواج میان
انجام بشه، خودشیفتگی بیمارگونه، اختلال شخصیت خودشیفته میاد بیخ حلقشون رو میگیره. خانواده عروس به خانواده داماد نگاه میکنن، خانواده داماد به خانواده عروس، که کی از کی سره، چه اهمیتی داره که کدوم خانواده از کی سره، و مگه اینجا قراره که جانشینی کاخ باکینگهام صورت بگیره که کدوم خانواده سره. همونجور که آقای دکتر روشن فرمودن، ویژگی های خودشیفته، ویژگی های شخصیت نمایشی و ویژگی های شخصیت مردی، این ستا داره باعث طلاق در ایران میشه. ویژگی شخصیت بوردرلاین یا مرزی رو که خودمون آفریدیم با بحران هویتی که آفریدیم، میبینیم دیگه چقدر مد شده خودزنی تو مدارس راهنمایی و دبیرستان. اصلا اگه دختری یا پسری خودزنی نداشته باشه رو بدنش، سوسوله، بچه پاستوریزه است. تا برسه به خودزنی ها که دیگه بچه لات ها، عشق لات بازی ها رو صورت خودشون رو کله خودشون میمزن. اینا که خودمون ساختیم، که الان ما اپیدمیه اختلال شخصیت مرزی یا بوردرلاین داریم، شخصیت های پرخاشگری که کنترل خشم خودشون رو ندارن و از هر رانندگی، از هر ماشینی که جلوشون بپیچه، از هر بوق زدنی یه نزاع خیابانی درست میکنن. اما شخصیت نمایشی و شخصیت خودشیفته از دیرباز توی جامعه ما بوده، و جالبه اینو بدونید که اون اهالی کشورهای نخستم ما ایرانی ها رو هیستریونیک یعنی نمایشی و نارسیسیستیک یعنی خودشیفته میدونن. شما وقتی برید تو کانادا و آمریکا میبینید خیلی اونها دنبال بنز و بی ام و اینها نیستن، ولی ایرانی ها کافیه تو محله لس آنجلس یه نفر بنزش رو عوض کنه و بنز مدل سال بخره، از فردا همه شروع میکنن تو چشا همچشمی. یه نفر خونش رو مثلا رینیو کنه، بازسازی کنه، حالا مثلا از سنگای آنچنانی توی حیاتش یه آبشار مصنوعی استفاده کنه، از فردا همه شروع میکنن این کارو کردن. یا یه نفر آخوند از ایران بیاره سفره ابوالفضل بندازه، از فردا همه شروع میکنن روحانی از ایران خواستن سفره ابوالفضل انداختن. این ویژگی هم یکی از مشکلات ازدواج های ایرانیه که اسمشو من گذاشتم آفتاب لگن هفته است، شام و نهار هیچی. کلی خرج میکنیم، کلی مراسم میذاریم. پریشب بود من کارم رسیده بود به دم خونه منشین توی شهرک آزادی، پایین شهر، پایین جاده اتوبان تهران کرج، و اونجا دیدم چه مراسم آنچنانی برای یک حنابندونه یک دختر گرفتن، چه طبقها که خانم ها دستشون گرفتن و دارن میرن تو مراسم تا ساعت 12 شبم بزن و بکوب. و همش فکر میکردم که چند وقت دیگه این آثار از کلینیک های زوج درمانی و خانواده درمانی در میارن. واقعیت اینه که سیستم ازدواج ما مدرن نشده. علتش اینه که جامعه شناسا و روان شناسای ما کم کاری کردن. شاید اگر خودکشی جهان پهلوان غلام رضا تختی، کسی که تو دوشک کشتی همه رو ضرب فنی میکرد ولی خودش تو دوشک سکس و زناشویی ضرب فنی شد، رو روانشناسا و جامعه شناسای ما این تراژدی بزرگ ملی رو بهش نگاه درستی کرده بودن، از سال 1346 تا سال 1396 تو این 50 سال بحث خانواده نخوابیده بود. چی میشه که یه جهان پهلوانی سه روز قبل از خودکشی میره سرپرستی کودک خودش رو به نزدیکترین دوستش محول میکنه و بعد میره تو هتل صمیمیترین دوستش، هتل آتلانتیک سابق، هتل اطلس فعلی، تقاطع طالقانی و سپه بلقرنه، خودش رو با زهر میکشه. حالا سیاسیون اون موقع رو بخلی که داشتن و عنادی که داشتن از اون مرگ شهادت ساختن اون بمونه، ولی واقعیت اون این بود که خودکشی بود. هنوز یک سال از ازدواجم، خیلی بیشتر از یک سالم نگذشته بود، ولی کسی اون رو نیمد ارزیابی کنه و همه به احترام این که زندگی خصوصی اون بوده ما باید از این بگذریم ازش گذشتن، و خیلی هم درگیر اون اسطوره شهادت سازی و قهرمان سازی شدن. واقعیت اینه که روانشناسا و جامعه شناسای ما سالها اومدن و این سیستم ازدواج رو نادیده گرفتن، سیستم ازدواجی که قاعدتاً باید که مدرن بشه،
روانپزشکای ما هم این کارو نکردن، چون روانپزشکای ما هم محدود موندن به افسردگی یک قطبی و دو قطبی، اختلالات وسواسی و استرابی و اسکیزوفرنی. فراتر از این اصلا سیستم آموزش روانپزشکی در ایران نرفت. خانواده درمانی رو آموزش ندادن، زوج درمانی رو آموزش ندادن. مگر کسی بنابر علاقه شخصی مثل ما خودش خودرو و البته دینی بیاد رو به علم زوج درمانی و خانواده درمانی بیاره، چون نونه یک روانپزشک بیشتر تو شوک دادن و دارو تجویز کردنه. سریع تر مریض میبینه، سریع تر هم پول ویزیت میبینه و بی درد سرتر دیگه در معرض تهدید و تطمیع و چیزای دیگه هم نیست. اینه که من فکر میکنم باید جامعه ما به یک سیستم مدرنی برسه. 15% جامعه تهران پست مدرن زندگی میکنن طبق پژوهش‌های انجام شده تو سال 1390. 35% جامعه تهران سنتی زندگی میکنن و 50% تهران مدرن زندگی میکنن. کرج هم تا حدود زیادی نزدیک به تهرانه، منتها کرج یه مشکلی که داره هویت چلتیکی داره که هر کسی از یه جایی تهران ایران اومده اونجا ساکن شده و بحران فرهنگی تو کرج خیلی بیشتر از تهرانه. ممنونم آقای دکتر، توی قسمت بعدی دوباره برمیگردیم. آقای دکتر، توی 10 دقیقه آخری که در واقع به این صورت پیش میره از فضای جلسه، من خواستم ازتون سوال بکنم که چقدر میتونه روابط فرازناشویی توی شکلگیری طلاق‌های عاطفی و به تبع اون طلاق‌های جنسی مؤثر باشه، و با توجه به تجربیاتی که دارید، مراجعین زیادی که دارید، بفرمایید که این میتونه اصلا نقش داشته باشه؟ خود روابط فرازناشویی اصلا خودش یه مدل طلاق، یعنی خود روابط فرازناشویی رو قدیم تو جامعه ما به عنوان تنوع طلبی جنسی بهش نگاه میکردن، یعنی شیطنت. ولی خود روابط فرازناشویی وقتی پیش میاد نشون میده در اغلب موارد، نه همه موارد، که یه طلاق عاطفی و جنسی وجود داره. عامل نخست طلاقهای پیدا و پنهان در کلان شهرهای ایران الان روابط فرازناشویی. یعنی روابط فرازناشویی عامل نخست طلاق تو کلان شهرهای ایرانه، نه اعتیاد، نه نمیدونم بیکاری. البته که در 12 سال مقاومت حالا در ایرانه هسته‌ای ما خانواده بیشترین آسیب رو دید، و در دوران تحریم ما به دلیل بیکاری کارگرها و بیکاری مهندسا و از دست رفتن مشاغل باعث شد که بسیاری رو به اعتیاد بیارن و بسیاری هم دچار طلاق بشن، که هیچ کس این رو ندید، هیچ کس این رو نفهمید که در هر جنگی ولو با آتش یا بدون آتش، در هر جنگی ولو با خون ریزی یا بدون خون ریزی، اولین نهادی که آسیب میبینه خانواده است. خب در این جنگ 12 ساله بی آتش و بی خونی که ما طی کردیم، خانواده ایرانی بیشترین آسیب رو دید و هیچ کس از مسئولان ندید که خب اینجاش رو چه کار بکنی. خانواده هایی که گسسته میشه، یه کارگر ساده، یه تکنسین ساده شاید اون انداز از مهارت های زندگی اجتماعی برخوردار نباشه که به محض بیکار شدن بتونه خودش رو حفظ کنه. ممکنه پاتو روابط فرازناشویی بذاره، ممکنه بره مواد محرک استفاده کنه، ممکنه بره مواد مخدر استفاده کنه، ممکنه افسرده بشه، ممکنه خودکشی کنه. ما یه مهاجرت به برون داریم که همون مهاجرتیه که ایرانی ها سالی 300 تا 500 هزار نفر به کشورهای فرهنگ انجام میدن. یه مهاجرت به درون داریم که همون افسردگی، اعتیاد و خودکشی هست. این مهاجرت به درون رو هیچکی ندید تو سالهای گذشته، که چه تعداد زیادی از صنعتگران ایرانی در پی بیکاریشون، در پی تحریما مهاجرت به درون کردن، و این باعث شد که همسران اینها دچار طلاق عاطفی و طلاق جنسی از اینها بشن. و بسیاری از روابط فرازناشویی تو 12 سال گذشته که رشد داشت علتش همین بود.
چون مردم افسرده بودن. وقتی مدیریت شادی و مهندسی هیجان توی جامعه جدی گرفته نشه، خب هر کسی خودش میره مدیریت شادی و مهندسی هیجان برای خودش بکنه. یکی با شیشه این کار رو میکنه، یکی که پولش بیشتر باشه با کوکائین، یکی با الکل این کار رو میکنه، یکی با سیگار و اون چیزی که تو جامعه ما بسیار زیاده، قلیون. خب یک سری هم با روابط فرازناشویی میرن این کار رو میکنن. روابط فرازناشویی آمارش در آمریکا 45% خانم‌های متأهل و 65% مردان متأهله. تازه این 65% مردان متأهل اونجا قانونی به نام صیغه وجود نداره و 37-38 سال کسی مدام به تبل صیغه نکوبیده و صیغه حمایت نکرده. اونایی که تو جامعه ایران از صیغه حمایت کردن و صیغه مردان متأهل رو هی جایز دونستن، نمیدونستن که زن ایرانی نمیشینه بسوزه و بسازه. زن ایرانی هم تلافی میکنه، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم که مچ شوهرش رو بگیره فکر میکنه خب این که داره ددر میره، پس بسو من هم ددرم رو برم. زنها در این زمان دو کار میکنن، یا تیه دستدار طلاق یا تیه دو نقطه تلافی. همین شد که یک هو آمار روابط فرازناشویی در زنان ایرانی به صورت تصاعد هندسی دچار انفجار شد. وگرنه زن ایرانی در طول تاریخ همیشه یک زن فداکار، اهل خانواده و مددکار بوده و همیشه ایثارگر. پس ببینید ما خودمون داریم جو میکاریم و جو درو میکنیم. ما نمیتونیم جو بکاریم گندم درو کنیم، جو بکاریم انگور درو کنیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم با بیمبالاتی های خودمون جامعه رو به اینجا رسوندیم، خودمون کردیم. و از قدیم گفتن خود کرده را تدبیر نیست. حالا استثناءن شاید اگر بیایم یک اقدامات اورژانسی انجام بدیم، این بمب ساعتی جنسی رو و عاطفی رو بتونیم تو جامعه مهار کنیم، وگرنه دوچاره فروپاشی اجتماعی میشیم آنچنان که شوروی سابق شد. این فروپاشی اجتماعی با کسی شوخی نداره. تک تک سلول های یک جامعه که خانواده هاست وقتی دچار فروپاشی گسترده بشه، سوشیال کلپس یا فروپاشی اجتماعی رخ میده. و اگر فروپاشی اجتماعی رخ بده، همونجور که آقای دکتر روشن هم گفتن، دیگه اون موقع نمیشه اشکار کرد، دیگه اون موقع همه چی از دست رفته است. و امروز برخی از بدخواهان این کشور تمام فعالیتشون رو دارن روی این فروپاشی اجتماعی میذارن، از طریق فروپاشی اقتصادی و فروپاشی هنجارهای فرهنگی. وقتی ما هنجارهامون رو به روز نکنیم، وقتی هنجارهامون رو up to date نکنیم، اون وقت یک هو تمام اون چیزی که داریم از دست میره. هنجارهای ایران باید باسازی بشه، هنجارهای فرهنگی باید نوسازی بشه، سیستم ازدواج ما باید که نوسازی تو صورت بگیره. خب ما خیلی ها رو میبینیم به دلیل یه بوی بد دهان نمیتونن با هم آمیزش داشته باشن، یا اینکه آقا از بوی واژن خانومش بدش میاد، یا خانوم اصلا از زبان سکس آقا بدش میاد. خب اینها رو در طول دوره نامزدی با همین ازدواج موقت میشه که افراد بسنجن، نه اینکه بعد از ازدواج آقا بره و بگه آقا سایز سینه های این 65 این سوتی یعنی هر دهنده ای که تو ماهواره تبلیغ میکنه استفاده کرده، من اینو نمیخوام، من سایز سینه 85 میخوام. واقعا هم راست میگه، چون اون چیزی که تو ذهن این خداوند در رادارای مغزی اون پیشبینی کرده به اون سایز باسن و اون سایز سینه واکنش نشون میده و سیستم پاراسمپاتیکش فعال میشه و ارکشن آلتش صورت میگیره. دوگمه نداره که شما دوگمه بزنی واژن خانم لوبریکیت بشه، خیس بشه، یا دوگمه بزنی آلت آقا راست بشه. اینها یه ویژگی های فیزیولوژیک اتونومه، یعنی خودکاره، یعنی کاملا از اختیار آدم خارجه. و خداوند همون جور که در توتی ها این رادارهای مغزی رو گذاشته، در شامپانزه ها گذاشته، در فیل و شیر و پلنگ گذاشته، در انسان هم گذاشته. آدم نمیتونه با هر کسی
آمیزش رو هم آغوشی کنه. ولی داده های سنتی جامعه ما چی میگه؟ میگه دختر و پسر آتیش رو پنبن بذارید کنار هم آتیش میگیرن. نه، ممکنه من به پوست سبز جواب ندم، ممکنه من به موی فرفری و مجعد جواب ندم، ممکنه من به قد کوتاه هیکل چاق صورت پرمو جواب ندم. بعضی از خانم ها سینه مردی رو دوست دارن که مو نداشته باشه، بعضی از خانم ها سینه مردی رو دوست دارن که پر از مو باشه مثل شون کانری. اینها دو مدل آدمن. اینه که من میخوام این ظرایف رو در نظر بگیرید. روزی 30-40 نفر رو من دارم ویزیت میکنم فقط با همین داستان ها و با همین مشکلات. خانم رو میفرستی چندین دندون پزشک و چندین دکتر گوارش، بوی دهانش عوض نمیشه. خانم رو میفرستی چندین دکتر زنان زایمان، چندین مورد لوسیون و روبریکانت استفاده میکنه، بوی واژنش عوض نمیشه. اینا چیزی نیست که ما بتونیم دستکاری کنیم یا با سیستم کامپیوتری فتوشاپ درست کنیم. و از اون مهمتر اصلا بحران خود ازدواجه. پسرهای ایرانی نمیخوان دیگه ازدواج کنن. پسرهای ایرانی شعاری که میان به ما میدن توی جلساتی که میخوان دوست دخترشون رو از سر خودشون باز کنن، میگن آقای دکتر به خاطر، حالا ضرب المثل قشنگی نیست، من عذرخواهی میکنم از اینکه بیانش میکنم، ولی چیزی که پسرهای ایرانی به کرات بیارن به کار برن، به خاطر یه لیوان شیر من یه گاو نمیارم تو خونم. سکسی که تو جامعه ایران راحت و آزاد شده دیگه چیزی نیست که پسرها به خاطر نداشتن مسائل جنسی مجبورشن برن ازدواج کنن. حالا در جلسه ای آینده من فکر میکنم یکی راجبه بحث مهاجرت باید خیلی صحبت بشه، چون واقعا یک بحث بسیار جدیه، به خصوص فرار مغزها از ایران. بالاخره این کشور وقتی که مغزهاش فرار بکنن ازش، آیکیو ملیمون از این 84 که هست همینجور پایین تر میاد. و یکی دیگه هم این بحث ازدواج سفید که خودش حالا ما نمیدونیم بگیم یه موزله یا یه موزل نیست، ولی چیزیه که بسیار رو به رشده. همونجور که آقای دکتر روشن فرمودن، ما الان بحث خانواده های تک نفره رو خیلی خیلی جدی داریم. اگه پاریس در 1960 و 1970 نیمی از خانواده خانه‌هاش تک سرنشین شد، این الان چیزیه که تو ایران داره رخ میده. در تهران در آینده در سال 1414 من فکر میکنم شاید 1/4 خونه‌ها تک سرنشینه باشه. شاید اگر این تصویری که من میگم برای شما عجیب غریب باشه، ولی من میگم برید داستان سه گلله صادق هدایت رو بخونید و ببینید چه تصویری از تهران آینده نشون داده در اون ساینس فیکشن خودش. داستان بسیار ارزشمندی از صادق هدایت که کسی خیلی جدیش نگرفته. اون تصویری که اون از تهران آینده نشون داده رو امروز ما داریم تو تهران میبینیم. اینه که من فکر میکنم که یه مقدار هممون با ژرف نگری باید نگاه بکنیم که چرا این روابط فرازناشویی اینقدر گسترده شد، چرا اینقدر جدی شد و نقش یه چیزایی مثل بحران میانسالی در روابط فرازناشویی چیه. آیا اصلا ما سیستم روانشناسی و روانپزشکیمون به بحران میانسالی یا میدلایف کرایسیس توجه کرده، یا فقط دنبال وسواس آب و آبکشی و نمیدونم وسواس‌های مذهبی و مسائل اسکیزوفرنی و اون چیزاست که ازش پول در میاد؟ نه، اگه من فکر میکنم کسی به بحران میانسالی هم خوب توجه کنه، از اون هم پول در میاد. بسیار ممنونیم از جناب آقای دکتر احدی. البته فکر میکنم شما 7-8 دقیقه هم بیشتر در مجموع صحبت کردید. میکروفون ما تو سالن هست طبق وعده‌ای که دادیم. اگر دوستان سوالی دارن، البته خیلی سوال مونده ولی چون وعده دادیم اگر دوستان سوالی دارن دستشون رو بالا بگیرن که همکار به من میکروفون رو بدن و سوال رو بپرسن. آقای دکتر در مورد شیمی عشق فرمودید، شما هم فقط فنیلتیلامین رو اون رو مد نظرتونه، یعنی کم شدن سروتونین، زیاد شدن
دوپامین نورپینفرین بود دورایی که اتفاق میفته، اونا هم جزمون مسمومیت ذهنی و مغزی حساب میاریم. همزمان با مسمومیت با فنیل اتانول آمین دوپامین و نورپینفرین میره بالا و از اون مهمتر اکسیتوسین توی مغز میره بالا. ولی خب ما نمیتونیم عشق رو که یک همه احساسات نیمکره راست توش دخیله بیاین فقط به همین مسمومیت شیمیایی و بالا پایین شدن چند تا هورمون تقلیل بدیم. ولی واقعیت اینه که عشق اصلا یک حالت نرمال نیست، بنابراین اصلا خردمندانه هم مدیریت نمیشه. من یک کتابی رو ترجمه کردم، عشق از ازدواج جداست، متاسفانه تو وزارت ارشاد مجوز نگرفت و مثل بقیه کتابای ما و جوری شد که اصلا ما کار ترجمه و تألیف کتاب رو گذاشتیم کنار. خب عشق واقعا از ازدواج جداست به خاطر همین هورموناش، چون هیچ چیزی در عشق اصلا منطقی سیر نمی‌کنه و ما برای همینه که مواردی رو که از جنون عشقی توی فرد ببینیم یا از شیدایی عشقی یا نیمه شیدایی عشقی سعی می‌کنیم که با داروهای ضد جنون مثل ریسپریدون، مثل سرکوئل، مثل ابیلیزول، مثل هالوپیریدول، تریفلوپرازین و اینها درمانش کنه. ممنونم. دوست دیگه اگر سوالی داره. ببخشید آقای دکتر، می‌خوام از خودتون سوال کنم، اگر کسی توی آسیب‌های قبلی یا اصلا اینکه به اختلال دوچار باشه، مثل کسی که اختلال شخصیتی دو قطبی داره، اگر نخواد که عشق رو تجربه کنه یا اینکه رابطه جنسی داشته باشه و اینکه بتونه فقط روی خودش زوم کنه یا تمرکز کنه و اینکه بخواد خودش رو درمان کنه، آیا از نظر فیزیولوژی، از نظر جسمی، از نظر روحی، حالا من خیلی به روح اعتقاد ندارم، ولی از نظر مغزی به اونایی که تو مغز ترشح میشه، آیا دچار آسیب میشه یا نه؟ ببینید، عشق بالاخره یه نیاز انسانیه و عشق لزوماً به جنس مخالف نیست. ما میتونیم که عشق به سکه داشته باشیم، به طعم داشته باشیم، به گیاهان خونگی داشته باشیم، به اشیای آنتیک داشته باشیم، به حیوانات خونگی داشته باشیم، ولی یه عشقی باید داشته باشیم. هر کسی با یه عشقی باید زندگی بکنه، نمیشه بی عشق زندگی کرد. خب مثلا یه اسکیزوئید پرسونالیتی شاید عشق آنتیک یا عشق سکه یا تم رو داشته باشه، به همون عشق زنده است. مونتا شخصیت‌های وابسته که ما متاسفانه در ایران دخترامون رو خیلی وابسته بار میاریم، یعنی از بچگی بهش میگیم عزیزم باید خوب درس بخونی که دانشگاه بری، دکتر شی، مهندس شی تا شوهر کنی. خب ما میایم همه رو سنجاق میزنیم به اینکه شوهر کنی، بعد یه هوی مسئله دیگه پیدا میشه. 7 تا 8 میلیون دختر ایرانی هرگز ازدواج نخواهند کرد. 12 تا 13 میلیون زن بیوه و مطلقه جوون ایرانی هرگز فرصت ازدواج نخواهند داشت. خب حالا 20 میلیون نفر رو چی کار کنیم؟ از ایران 95 میلیونی این 20 میلیون نفر رو میخوایم چجوری مدیریتش کنیم؟ سالهای آینده جمعیت ایران به 92 تا 95 میلیون میرسه. خب این 20 میلیون نفر رو هم ما داریم. بی عشق میشه زندگی کرد، بی عشق به جنس مخالف، بدون سکس میشه ازدواج کرد، البته تبعات روانی خاص خودشو داره، ولی بدون عشق به مفهوم گسترده بزرگ خودش، به اون مفهوم عارفانه خودش نمیشه زندگی کرد. اینه که ما در کارگاه هایی که برنامه ریزی کردیم اجرا کنیم که اسمشو گذاشتیم زیستن با خیشتن برای مدیریت و مهار تنهایی، اونجا ما سعی میکنیم که اووردن حیوانات خانگی، اووردن گیاهان خانگی، رفتن و ورزش کردن و یک سری فعالیت‌های نیکوکارانه، تماشای فیلم‌هایی که میتونه آموزنده باشه یا خوندن کتاب‌هایی که میتونه آموزنده باشه رو جایگزین رابطه با جنس مخالف کنیم. ما باید خودمون رو آماده کنیم برای ایرانی در سده آینده که بزرگترین مشکل جوانان و میانسالانش تنهاییه، آنچنان که بزرگترین مشکل سالمندان و کهنسالانش. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدمتتون عرض بکنم که جناب دکتر احدی، سوالمون این بود که طلاق جنسی چجوری درمان میشه و اصلا درمان میشه و اگر درمان بشه تا چه حدی درمان میشه. مرز بین در واقع اختلال و یه
روان آزردگی رو در واقع می‌خواستم توضیح بدیم. یه موضوعی هم هستش که به نظر من یک اصطلاح باید معنی بشه که ما هرزگی جنسی رو در آقایون چی تعریف می‌کنیم و شاید خیلی ها این تقسیم رو به گردن خانم ها میندازن به واسطه شخصیت های نمایشی، به واسطه حضور در اجتماع. من میخوام واژه هرزگی مردانه تعریف بشه که ما به چه شخصیت هایی میگیم و در واقع شاید بعد از اون بتونیم برسیم به پدیده‌ای که شاید الان توی شهرهای بزرگ داره شایع میشه، داشتن خونه های مجردی آقایون متأهل. من چون میدونم که کیس های اینطوری داشتید، میخواستم که راجع به این به عنوان قسمت آخر تو این 10 دقیقه یک رو با آخر توضیح بدید که بعد خود هم نشیم. ببینید، ما یه چیزی داریم به نام تایپ جنسی. تایپ جنسی یعنی طرحواره های شناختی جنسی، طرحواره های زیبایی شناختی و جذابیت شناختی جنسی که توی هر کسی متفاوت. مثلا یه آقایی ممکنه پوست سفید بپسنده، تایپش باشه، یا آقایی پوست سبزه، یا آقایی موی مشکی بپسنده و چشم مشکی، یا آقایی چشم رنگی و موی روشن. کسی که به هیچ تایپ جنسی وفادار نیست و با هر کسی از هر جوری آمیزش میکنه رو من هرزه جنسی میدونم. یعنی کسی که به تایپ جنسی قراردادی و خدادادی خودش اکتفا نمی کنه و میخواد که مزه همه چیزها رو بچسته، هم چاق هم لاغر، هم قد بلند هم قد کوتاه، هم سبزه هم سفید، هم مشکی هم بلوند، این میشه هرزگی جنسی. خب با سکس تراپی طلاقهای جنسی رو میشه درمان کرد، ولی با سکس تراپی جادو نمیشه کرد. ما نمیتونیم کسی که گرمای جنسی 14/100 داره رو با سکس تراپی به 94 برسونیم. بنابراین تو مشاوره های پیش از ازدواجمون علاوه بر سنجش همتایی شخصیتی، سنجش همتایی جنسی زناشویی هم خیلی مهمه. این که ما ببینیم آیا این دو نفر به ویژه در جامعه ما که امکان آموزش خیلی ها در کانتکست سنتی، در بستر سنتی امکان پذیر نیست، آیا این دو نفر از نظر جنسی زناشویی به هم میخورن یا نه، که البته اینم لازم بر اینه که اون مشاور واقعا خودش ذهنش بتونه این تحلیل رو داشته باشه و این شناخت رو داشته باشه، که متاسفانه اغلب مشاورها و روانشناسا و روانپزشکای ما که مشاوره ازدواج انجام میدن این رو بلد نیستن. اون چیزی که هرزگی رو میگینین ما خیلی عیان و آشکار تو جامعهمون میبینیم. اگر در قدیم چند همسری متمرکز و هسته‌ای ما داشتیم که توی خونه دو تا زن عقدی و دو تا زن سیغه، 4 تا کنار آقا زندگی میکردن، این چند همسری الان هم دوباره برپا شده، منتها چند همسری پراکنده و غیر متمرکزه. یعنی آقا یه خونه داره مثلا توی زعفرانیه، نیاوران، فرشته که همسر عقدیش رو زندگی میکنه، یه خونه مجردی داره مثلا توی سعادت آباد و دوتا مثلا همسر صیغه‌ای داره شرق تهران یا جنوب تهران. گاهی به اونا سر میزنه، یه خرجی به اونا میده و گاهی هم چیزایی رو که تور میکنه تو خیابون یا جای دیگه میبره تو خونه مجردی خودش. من به ذرس قاطع میگم که دست کم 5 تا 7 برابره خانوم های خیابانی ما مردای خیابانی داریم، ولی تو این کشور کسی به مرد فاحشه نمیگه، تو این جامعه کسی به مرد روسبی نمیگه، مرد خیابانی رو کسی مورد خطاب قرار نمیده. مردای خیابانی هستن که مزاحم نوامیس مردم هم میشن و مردای خیابانی هستن که امنیت اخلاقی شهر رو به خطر میندازن، ولی متاسفانه جامعه مردسالار ایران فرافکنی میکنه این رو به سمت خانومها و خانومهای بدحجاب رو مشکل جامعه میدونه، خانومهای خیابانی رو باعث به خطر افتادن امنیت اخلاقی میدونه. خانوم روسبی همیشه بوده، از اول تاریخ، از زمان انسان قارنشین توی ایران همواره خانم خیابانی خانم روسبی بوده، ولی جامعه با اون کنار اومده و هیچ وقت به خطر نیفتاد امنیت اخلاقیش. این وجود مردان خیابانی هست که مثل قارچ سبز شدن تو جامعه ما
و به خودشون اجازه میدن به هر کسی متلک بندازن، هر کسی رو پای با ماشینشون ترمز کنن جلو پاش، پیشنهاد جنسی به هر کس بدن. این گیر دادن ها و پیشنهادهای جنسی هست که نشانگر هرزگی جامعه ما شده، که نمادش هم مرد ها هستن نه زن ها. اونجوری هم که آقای دکتر گفتن درسته، جامعه ما اصلا زیر بار چند همسری مردا نخواهد رفت و مردایی که آرزوی بازگشت چند همسری متمرکز رو دارن این آرزو رو به گور خواهند برد. اصلا چند همسری با مدرنیته کاملا مخالفه و جامعه‌ای که به مدرنیته رسیده و در سده آینده خورشیدی به پست مدرنیته میرسه هرگز چند همسری مردها رو نخواهد پذیرفت. و چون من از عربستان به واسطه اینکه دوستانی داریم که خب عربستانی هستن خبر دارم، در جامعه عربستان هم مردهای با کلاس و تحصیل کرده دیگه زیر بار چند همسری نمیرن. یعنی چند همسری مال پیر مرداست، چند همسری مال مردای 50 60 سال به بالاست که سنتی موندن و همونجور سنتی هم میخوان زندگی کنن. اصلا توی عربستان هیچ وجهه خوبی نداره که یه مرد 38 ساله بخواد بره زن دوم بگیره. اصلا وجهه اجتماعیش رو از دست میده. مثلا یه پزشک 46 ساله که بخواد بره زن دوم بگیره. اینه که جامعه عربستان هم پا توی مدرنیته و پست مدرنیته گذاشته و خیلی از مسائلش متفاوت شده. و جامعه ایران امروز بیشتر از این که متأثر از عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشه و اونها رو بخواد الگوی خودش نشون بده، باید که ما بدونیم الان از کانادا و آمریکا داره گرا میگیره. در هفته چند هزار نفر بین کانادا و آمریکا و ایران دارن تردد میکنن، حالا یا با ویزاهای مهاجرتی یا کسایی که دو تابعیت هستن. و اینها هستن که جامعه ما رو تحت تاثیر قرار میدن. تعداد زیادی از مردمان ما و بیزینسمنای ما در هفته پرواز از اروپا به ایران دارن. و جالبه ما اینه بدونیم چیزی که توی آمریکا تو کالیفرنیا مود میشه قبل از این که به انگلستان و به آلمان برسه به ایران میرسه. این خیلی جالبه. یعنی قبل از این که مود به آلمان برسه، دقیقا من چون پسرم اون آلمان زندگی میکنه سال هاست که اون رو زندگی میکنه و خب توی دستی تو پژوهشگری اجتماعی داره میگه جالبه که من میبینم مود قبل از این که از کالیفرنیا به آلمان برسه به ایران رسیده. اینه که ما یه کشوری هستیم که به هر حال قلب خاورمیانه هستیم و قلب تپنده خاورمیانه هستیم و مدرنیته توی خاورمیانه رو ایرانی ها به پیش خواهند برد. نسل نوی ایران ما میبینیم که آماره به کارگیری اینترنت توی جوانان ایرانی مساویه با بقیه خاورمیانه. اینه که این کشور رو که قلب تپنده مدرنیته خاورمیانه است ما هیچ وقت نمیتونیم برگردونیم به دوران چند همسری متمرکز. و من فکر میکنم اون کسایی که چند همسری رو میخوان باید به صورت همین پنهان و غیر متمرکز بتونن ریسکش رو بپذیرن، هم ریسک طلاق همسرشون رو هم ریسک تلافی همسرشون. خیلی متشکرم دوستان، ممنونیم از این که همراهیمون کردید. به هر حال صحبت کردن راجع به موضوعاتی مثل طلاق‌های عاطفی و طلاق‌های جنسی، حتی صحبت کردن راجبش یه سری محدودیت‌هایی داره. ما امیدواریم که این جلسه بابی باشه واسه این که توی جلسات آینده بتونیم به صورت خیلی تخصصی‌تر، خیلی با جزئیات بیشتر، با ارائه راهکار مناسب در خدمتتون باشیم. و امیدواریم که جامعه آروم آروم پذیرای شنیدن این حرفا و آگاهی‌هایی که انشالله به دست میاد باعث بشه که ناهنجاری‌ها روز به روز کم رنگ‌تر بشن. ممنونیم و خدا نگهدار.